به نام خالق توانا بینندگان گران قدر دوستان برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله را سپاسگزار هستم که باز هم به با حیات بخشید تا بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم شما خوبانی که بیننده برنامه چراغ هدایت هستید اخلاص و نیت در تلاوت کلام الله مجید توجه فرمایید و سخنان از استاد امان الله احمدی در همین مورد بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز باز هم بحث ما در مورد آداب تلاوت قرآن کریم است از جمله آداب تلاوت قرآن کریم اخلاص و نیت است وقتی که شخص میخواه قرآن بخونه هدفش مقصدش نیتش خاص رضای الله باشد نه خوشنودی و رضایت مردم چقدر مهم است دوستای عزیز یک بار دقیق شاید هر عبادتی که شما میکنین هدفتان از, از رضای الله باشه از رضای الله هدفتان باشه خوشنودی و رضای مردم نباشه در غیر از او باز ریا میشه ضد ریا اخلاص است در مقابل ریا اخلاص قرار داره چون شرط قبولیت عبادت اخلاص است قرآن کریمه که ما میخوانیم تلاوت قرائت عبادت است شرط قبولیت عبادت دو چیز است یک اخلاص و نیت دوم مطابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ما در عبادت خود اخلاص و نیت نداشیم عبادت دیگه قبول نیست چرا در نماز میگیم نیت فرض است نیت قلبی منظور است انما الاعمال بالنیات در حدیث آمده که یقینا همه اعمال به نیت ها مربوط است و انما لکل امرئ ما یقینا برای برای هر شخص امون چی که اون نیتش از امو برش داده میشه ابن عباس رضی الله نما میگن که انما یعطى الرجل على قدر نیته هر شخص اجر پاداش به اندازه نیتش داده میشه پس ما کوشش کنیم که قرآن که میخونیم هدف و مقصد اصلی ما چی باشه الله از ما راضی شه هدف ما این باشه که ما قرآن بخونیم مردم توصیف کنیم. وقتی دو دوستای ما هست مثلا میرن مدرسه درس میکنن میگه بیا به خاطر از این قرآن یاد بگیریم در, در مدرسه قرآن کریم میریم که در مضمون مکتب باز نمره خوب عالی بگیریم اینجا نیت خراب شد نیت ما اگر باشه که به خاطر از این قرآن یاد بگیریم در مضمون قرآن کریم نمره عالی بگیریم خب اشتباه کردیم از ثواب محروم شدیم این بر متعلمین گرامی گفتیم اقتداد در مدرسه میان درس میخوان یا اقتداد رقابت ها دارن در بعضی فامیل ها ببینین بچی خود روان میکنه می بچی خوب قران یاد داره یگان جای قرائت میکنه ولی بچی من باز یگان مجلس میشینه کم میم کم مهم که بچی من قران یاد ناره ببینین نیت فرق کرد نه خیر اولادایتون اگر روان میکنین برش بگوین که قرآن کریمه که میخوانین این حق قرآن بالای ماست کسی که قرآن میخونه سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه در روز قیامت حتی بالای والدینش تاج در سر میشه و سرشان میشه که روشنی تاج از تاج از روشنی آفتابی که در دار دنیا میتابه منورتر است پس ببینید با نیت و هدف که بریم چقدر اجر داره اگر که اهداف دنیایی باشه یا حتی میتونیم به سطح قرآن صحبت کنیم قرآن عزیز ما گاهگاهی میبینیم در مجالس به خاطر از اینکه مردم اینا را تشویق کنه توصیف کنه تمجید کنه باز نیتشان خراب میشه اینجا کوشش میکنن که خوب قرائت کنن در, در تنافس قرار میگیرن هدفشان که باش اینا رو مردم توصیف کنه در حالی که ما گرمی کوشش هم میکنیم سعی هم میکنیم مسابقه میگیریم کش میکیم از دیگر بهتر بخونیم به خاطری که خوب مهارت پیدا کنیم و الله از ما راضی شوه خوبتر قرآن بخوانیم بخونیم اما اگه هدفی باشه که مردم توصیف و تمجید کنه باز دیگر الله نجات به را یک مصیبت بزرگ است از علاماتی مردم دوستای عزیز برتون بگیم کسایی که خودنما و ریاکار است که هیچ کس دیگر اونا تایید نمی کنند کسایی که قرائت می خوانند چون بحث اخلاص از دوستای عزیز بگیم براتون قاری قاری صاحبای عزیز ما متوجه باشه حفاظ گرامی ما که بسیار خطرناک است شما در روز قیامت هم میگه در حدیث میگه که سه نفر آورده میشه عالم قاری شهید عالم میگه که آورده میشه میگه من علم خواندم میگه علم خواندی اما به خاطر گفته شد عالم قاری را میگفت لی قال قاری تا برای تو قاری گفته شد و شهیدم میگه به خاطر تو جنگ کردی که باز برای تو لقب داده شد هدف دیگه آخرت نبود حالا قاری سایبای عزیز ما باید از الله هم بترسن الله همه ما را از ریا و خودنمایی نگاه کنه که در اینجا ما قرآن بخونیم مردم توصیف کنه که ماشاءالله الله اگر ماشاءالله به خاطر تشویق عزیز یا کسی عمل خیر انجام میده و مردم میره توصیف میکنه ضرر نداره اگر نیت قاری آخرت است اما اگر هدف ما تمجید و توصیف مردم است خطر بسیار بزرگ است مصیبت بسیار بزرگ است از علاماتشون گفتیم نیست که غیر از قرائت خود از کس دیگر نمیشناسه در حالی که سنت هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت دیگر را زیاد میشنید من چون وقت کم از یک روایت هم میگم ان شاء الله دیگر آداب تلاوت را در درس های بعدی بحث میکنیم ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما درخواست کردند که ما برشون تلاوت کنم بر ما گفتن اقرا علی القرآن به ما قرآن بخوان ما گفتم هاي رسول خدا صلى الله عليه وسلم اقرا و عليك وعليك انزل او ما بات قرآن بخونم الان که قرآن به رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فرمودند که احب ان أسمعه من غير ما خشترم دوست دارم قرآن از غير سبحان الله قرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم سلم نازل شده و خوش دارن از ابن مسعود رضي الله عنه می كما قران خاندم فقرات عليه سوره النساء سوره النساء خاندم حتى جئت الى هذه الايه توكبي ايات رسيدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء چي گونه باشا وقتك اذا جئنا من كل امه بشهيد حر هر امه ما شاهد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء وترى بيار بي ما پیغمبر گواه میگه در امیجا رسول الله صلی الله علیه و به من گفت که حسبک الان بر تو کافی سم قدر میگه فلتفت الی فاذا عیناه تذرفان وقتی که نظر کردم که چشمای رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک جاری است فاذا عیناه تذرفان اشک می‌ریزد حال دوستای عزیز ببینین که حالت ما چقدر خراب است آیا قرآن شما می‌شنوین آیا خوشدارین از دیگران بشنوین این خطاب به بعض قاری صاحب عزیز بود که بغیر از خود کس دیگر قاری نمیدانند و خودخواهی میکنند الله ما را از این مصیبت نجات بده ان آداب تلاوت بحثش ادامه دارد عزیزان نهایت گرانقدر در بخش دوم حال هم حدیث نور را داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمایلی تاسو په کورونو کې تر ټولو غره کور دی الله جل جلاله په وړاندې هغه کور دی چې په هغه کې یتیم وي او دا غسر خ چلند کوي نقش والدين در انتخاب همسر قصمه کوم معلوم است والدين نقش خاص در انتخاب همسران ما دارند ییکی از دېګوی شریعت اسلام آیا واقعا چنين حق را والدین دارد و یا ندارد چی هست؟ توجه فرماین به سخنان از استاد عبدالکریم حسینی در همین مورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی الفرج فرج عرض سلام و ادب و احترام و تواضع محضر یکایک شما خوبان شما که یا در شرف انتخاب همسر هستین یا همسر الحمدلله خوب و همسر ایدئالی را انتخاب کردین چه دختران اسلامی و چه پسران اسلامی انشاءالله که زندگی خوش و خورمی را داشته باشین صحبت پیرامون انتخاب همسر بود انتخاب همسر بسیار مهم چون انتخاب همسر یک همراه و یک همپرواز بر ما ان شاء الله به وجود میاره و کمک حال ما خواهد بود ما در یک عصر خاص داریم زندگی میکنیم ما به جوانان عزیز بگویم شمایی که همراه برنامه هستین و شنوندگان و بینندگان برنامه هستین جوان عزیز سابق بر ای سالیان البته نه چندان دور انتخاب همسر یک وظیفه بود که معمولا و به صورت نرمال بر عهده والدین بود پدر و مادر مشترکان همسری را بر جوان خودشان انتخاب میکردند یک سلسله مزایایی داشت این انتخاب یک سلسله امکان داشت مشکلاتی و گرفتاری هایی را داشته باشه عجب و حیای جوانان پیشین مقدار زیادتر بود گرچه امروزی ها هم الحمدلله جوانان خیلی نورانی و فوقالعاده ای داره اما سنت همی رقم بود یک وقتی بود که اصلا ای جوان اطلاع نداشت خبر نداشت پدر مادرش حتی می ممکن بود از یک جای دیگه از یک منطقه دیگه یک دختر خانم رو انتخاب بکنن و او دختر خانم رو بیارن نه او دختر خانم در انتخاب شوهر آینده خودش نقش داشت نه ای آقا پسر در انتخاب همسر آینده خود نقش داشت امروز میشه گفت ای برداشتن ای بار عظیم بر عهده خود شما جوانان است شاید علتش ای باشه که نه ای که خدایی نکرده عجب و حیا کمتر شده باشه نه شاید علتش ای باشه که الحمدلله رشد فرهنگ جوان محسوس جوان میتونه خودش همراه و هم بالاخره پرواز خود را انتخاب بکنه گرچه در همی راستا ما یک نکته را بگویم به عنوان انشالله ما میگیم معیارهای برای انتخاب همسر وجود داره قطعا در جلسات آینده پیرامون معیارها صحبت میکنیم اما حالا که گپ ای مسئله به میان آمد ای شاید یکی از مهمترین معیارها مشاوره باشه صحبت باشه یک چیزی را داخل یک قوس طلایی بگویم خدمت شما نورانیان شما جوانان با کرامت و نکتبین و نکت سنج ازدواج یک امری است که ممکن انسان هر قدری هم در این رابطه صاحب نظر باشه مطالعه داشته باشه ایده پرداز باشه اما تا خودش درگیر ای مقوله نشه ممکنه او تجربه ای که نداشته باشه ممکنه به با او شناخت حقیقی کمتر برسه لذا شاید یکی از مهمترین معیارهای انتخاب همسر ایست که قطعا با کلانها و محاسن سفیدها و سرسفیدها و بزرگان در امر مشورت بکنیم یک اصطلاحی هست که میگن که ازدواج مثل یک هندوانه است سربسته است تا بازش نکنی درست و قدر فهمیده نمیشه مگه خدای نکرده زندگی قماره این تعبیر به اعتقاد ما تعبیر درستی نیست زندگی و انتخاب زندگی که یک قمار که نیست که که بگوی برو آقا حالا می کنیم یا به تعبیر ما حالا این پلاو را پیش خود میمانیم نمیدانیم زیر پلاو حالا گوشت میبرایه یا چی میبرایه نه زندگی ای رقم نیست نمیشه سر بسته وارد انتخاب همسر شد لذا باید پیش از انتخاب همسر دقت بشه توجه بشه به همون دلیل درسته که مقوله را در صحبت امروز گفتیم که فرق امروز با دیروز دریست که نوع های دیروز با انتخاب پدر و مادر و نوع ازدواج امروز با انتخاب شما جوانان هست این خوبه از جهاتی اما 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 اما, اما همین خوبی همین نورانیت چون موجب رشد فکر تو هم هست و نشانه رشد فکری تو هم هست دلیل نمیشه که از مشاوره با پدر و مادر و کلانترها و بزرگترها در این رابطه ما غفلت بکنیم پس حالا که انتخاب با تو شد و این مسیر را تو باید انتخاب بکنی دقت بیشتری کن تشکر از لطفتان خدا نگهدار رسیدیم به لحظات پایانی برنامه کنونی خود در اخیر نعتیه را داریم با نشر همین نعتیه ما هم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن إملأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. يا رحمن اشرح صدري قرآن. إملأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من اول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قران املا قلبي قران واسقي حياتي قران محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان: رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى ابدا وامان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قران املا قلبي قران واسقي حياتي قران سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که به نلی یوتیوب ما بپیوندید پیوندید پس اینجا را فشار دهید